روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. جسم سالم، عقل سالم. سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است. فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است. موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نمایید. سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه سلامتی. امیدوارم از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشید. در برنامه قبل ما در مورد کیمیای خواب صحبت کردیم، از آن جمله در مورد هورمون های گریلین، میلاتونین، لیپیدین و هورمون رشد و نقش آنها در به خواب رفتن صحبت کردیم و گفتیم خواب منظم سبب به نظم در آمدن سوی این هورمون ها در پلازما گردیده و خواب بی نظم سبب برهم زدن سوی این هورمون ها می گردد. منظور از خواب منظم یعنی وقت به خواب رفتن تا قدر امکان از طرف شب و صبح وقت از خواب خیستن می باشد. امروز ما در مورد 5 دوره خواب رفتن صحبت می کنیم. دوره اول خواب روی از همه سبک به شمار می رود و به غضب رفتن مانندی دارد. این خواب سبک می باشد که وقتی آدمان به آنها با سبکی می آیند و با سبکی از آن بیرون می شوند. چشم آهسته حرکت می کند. فعالیت مشک ها سست می گردد. آدم را می توان به زودی و بدون مشکل بیدار کرد. در بعضی آدمان مشک هایشان به ناخواست کشش می خورند و مثل آن که آدم خود را هنگام افتیدن احساس می کند. دوره دوم به خواب رفتن. حرکت چشمان قطع می گردند. فعالناکی مینه سر سست می شود و موجهای سست به وجود می آیند. دوره سوم خواب رفتن. الکتروانسفالوگرام موجهای نهایت سست مغز سر را نوشته می گیرد. این دلتا شعاهایی می باشد که در این دوره از موجهای پست با موجهای بیشتر تیز پی هم عوض می شوند.
دوره چهارم به خواب رفتند. در این دوره اساساً دلتا موج‌های سود مشاهده می‌گردد. دوره 3 و 4 خواب عمیق به شمار می‌رود. در این دوره‌ها از خواب بیدار کردن آدم بسیار مشکل است. در این دوره هیچ گونه حرکت چشمان یا کشش خوری مشک‌ها به عمل نمی‌آید. ایست نکردن پیشاب در پاس شب، ظاهر گشتن لونچیزم یعنی از جای خیس رفتن و خواب دهشت آور شبانه محض در دوره چهارم به وقوع می‌پیوندد. دوره پنجم خواب روی، دوره آخرین آن را خواب تیز می نامند، زیرا که در این دوره حرکت تیز چشمان مشاهده می گردد. نفس کشیدن زودتر کنده کنده و نه چندان عمیق می گردد. چشمان گاه گاه ناخواست می پرند، موشه های دستان و پایها موقتا کرخت می شوند. موج های مغز سر در الکتروانسفالوگرام در این دوره به مثل که هنگام هوشیار بودن آدم مشاهده می گردد، مانند می شود. محض در همین لحظه ما اکثریت خوابهای خود را می‌بینیم. ترتیب شبانه روزی ما که در ارگانیسم ما در درون ساخته شده است و کار کرده شدن هورمون‌های گوناگون تاثیر می‌رساند و آنها باشد در نوبت خود مساعدت می‌نمایند که برای به خواب رفتن ما محیط موافق به وجود آورند. از این ارگانیسم ما برای برقرار شدن امکانیت نهایت کلان به دست می‌آورد. خبر خوش از آن عبارت است که ما می‌توانیم به ارگانیسم خود کمک رسانیم تا که وای موافق این ترتیب برای وای مقرری کار کند و از این منفعت بیشتری به دست آورد. و برای آن که این عملی گردانیده شود، ما را ضرور است که خود را منظم به بر وقت به خواب رفتن عادت کنانیم. استراحت هر روزه. اگر شما در حالت استرس قرار داشته باشید و تشویش های زیاد شما را فرا گرفته باشد، ریلکسیشن هر روزه برای برقرار کردن قوه‌های شما به غایت کمک می رساند. استراحت می تواند مطلقاً گوناگون باشد. بعضی آدمان می گویند که برای سست شدن با آنها مشغولیتی که از کار هر روزه آنها فرق کرده می شود موافق می آید. در وقت تنفس در جای کار، در هوای تازه نفسی عمیق کشیدن به آنها کمک می رساند تا که در باقی مانده روزی کاری به آنها قوه نو بخشیده شود. هوای تازه‌ای که به درون ششهای شما داخل می شود، منبع خیلی خوب قوه های حیات بخش می گردد. چنانی که شما الکی پرنسپ محیط اطراف را آموخته دانستید و هوای تازه به افضلیت های زیاد صاحب است. از جهت ترکیب شیمیایی، هوای تازه از هوایی که در داخل منزلگاه ها گردش می‌یابد و هوایی که اکثریت ما نفس می‌کشیم فرق می‌کند. هوای تازه در حقیقت الکترونیده شده است. هوای تازه آیون‌های منفی اکسیژن را دارد که برای ارگانیسم ما به غایت منفعت بخش می‌باشد. زیاد از 5000 تحقیقات های نشر شده موجود می‌باشد که در دایره آنها تجربه‌ها در خصوص آیونایزیشن گزارانیده شده اند. و همه آنها از آن شهادت می دهند که عموماً آینهای از حد زیاد مثبت زریدناک کرده شده به ارگانیسم ما ضرر می رسانند و در صورتی که مقدار زیاد آینهای منفی زریدناک کرده شده به ما فایده می بخشند. نهایت منفعت بخش تأثیر می رسانند. چنانی که معلوم است آینهای منفی زریدناک به بهتر گشتن حالت سالم ما مساعدت کرده و سرعت و درجه انکشاف حیوانها و رستنیها تأثیر مثبت می بخشد. وظیفه محافظتی اپیتلیوم میک جدار در راه‌های تنفس بهتر می‌گردد و به تفیل آن تأثیر سست کنندگی و آرامش بخش می‌دهد. حس استراب و حرارت بدن پست می‌گردد و کشش خوری دل به ترتیب در می‌آید. قابلیت عقلانی بهتر شده، تأثیر جریان‌های برقرار کنی هنگام زخم معده بلند می‌شود و اینچنین قابلیت حیاتی باکتری‌ها و ویروس‌های در هوا موجود بوده برطرف کرده می‌شوند. و حتی اگر در شما امکانیت دور و دراز در هوای صاف ایستادن نباشد، تجربه نفسی عمیق کشیدن به شما فایده کلان می بخشد. تنفس آرامانه و عمیق حسیات استراب را پست می کند و دوامناکی و صفت خواب شما را بهتر می گرداند. آیا در حالت استرس یا حس استراب را اثر گذرانیدن یگان وقت در میان یا گردنتان درد را احساس نموده اید؟ وقتی که در دوام حیات شما به استرس و اثرگذرانی گرفتار می شوید، یکی از عکس‌العمل حیاتی ارگانیسم شما این ترنگ‌شوی مشک ها می باشد. برای برطرف کردن این ترنگ‌شوی با شما اصول پیشرفته ریلکسیشن مشک ها کمک می رساند. اصول پیشرفته ریلکسیشن مشک ها این طور می باشد. وقتی که نفس می کشید، شما یگان گروه مشک های خود را ترنگ می کنید و بعد وقتی که نفس می برارید، آن را سست می نمایید. هنگام مشک، تمام گروه های مشک ها در یک ترتیب معین اشتراک می نمایند. اگر شما با یک مشکل به خواب می رفته باشید، این اصول به آن نیز کمک رسانیده می تواند. اگر جدول کاری شما جد و جهد زیاد را طلب کند، یک چند دقیقه ریلکسیشن پیشرفته مشک ها به شما کمک می رساند تا که قوه خود را برقرار سازید. برای آن که سست شوید، شما را لازم است که بنشینید و آرام شوید. حالت موافق را به خود گیرید و آهسته آهسته نفس عمیق کشیدن گیرید.
با خود جایی را تصور نمایید که شما خوشبخت و تنج و آرام اید و این قلعه کو یا جایی که دوست داشتنی استراحت شما باشد. کوشش نمایید که شرایط آن را از سر می گذرانید و خود را در آنجا احساس نمایید و همه چیزی را که به آن علاقه مند است و خود تصور نمایید. مانند لمس کردن، بویها و صداها، در این وقت نفس عمیق کشیدن را دوام دهید تا دمی که شما در چنین حالت سست گشته قرار دارید. کوشش نمایید که تمام مشکهایتان را ترنگ و سست کنید. از پنجه دست آغاز نمایید. بعد این را دوام دهید. آرنج ها، کتف، گردن، منه چشمان، شکم و میان، پای ها و کف پای، پنجه ها، محض با همین ترتیب ادامه دهید. از یک گروه مشک ها و دیگرش گذشته استاده استراحت گیرید تا باوری حاصل نمایید که تمام دیگر مشک ها کامل سست شده اند. و گروه دیگر مشک ها فقط آن وقت گذشتنتان ممکن است که اگر شما حس کنید که ارگانیسم شما کامل سست گشته است. این مشک ها را به جا آورده و معتقد گشته که شما جسمن و عقلن سست گشته اید تا دمی که جسم شما و مشک هایتان شدتناک نگشته اند و یک چند دقیقه از این لحظه ها حلاوت ببرید. چون این اصول ریلکسیشن قابلیت دارد که به شما برای از استرس رهایی یافتنتان کمک کند. شاید محض جلب توجه به چیزهای مثبت و الهام بخش آن چیزهایی باشند که برای برقرار کردن قوه و نیروی مثبت گرفتن شما ضرور باشد. درباره وعده‌هایی که در کتاب مقدس نوشته شده است اندیشه رانده شما را خروج توانای قوه و تنجی و آسایش را احساس می نمایید. ریلکسیشن می تواند یک قسمت استراحت هر روزه شما گردد وقتی که در آن شما کامل گرفتار حالتی یا جایی شده اید که شما در حقیقت خوشبختید. استراحت هر روزه می تواند 10 یا 15 دقیقه دوام یابد، لیکن این لحظه ها می تواند و شما نیروی موفقیت و قوه عطا نماید. دوستای عزیزم، این بود برنامه امروز ما. امیدوارم این برنامه برای شما دوستان عزیزم مفید واقع گردیده و از آن لذت برده و در زندگی روزمره تان تطبیق کنید. دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلیس 137-60-670 پلیس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید. مناسبت به زندگی را تنظیم می کنیم. خوشخبر دیگر این است که نیکبینی را می توان آموخت و این می تواند به همه جانب های حیات شما تأثیر رساند. 1. نیکبینی کمک می کند که نسبت به آنچه در نگاه اول به نظر می رسید شما انتخاب بیشتر دارید. به شما کمک می کند که درباره وضعیت فکر کنید و قرار درست و صحیح برآرید. وقتی که شما نیکبین هستید شما می فهمید که انتخاب شما می تواند همه چیز را تغییر دهد. 2. نیکبینی برای واقعا استراحت کردن کمک می کند. نظر مثبت به آینده به شما امکانیت می دهد که در روز استراحت کنید و شبانه آرام بخوابید. 3. نیکبینی به شما کمک می کند که محیط اطراف خود را سازید که شما را با شفا بخشی و برقرار کنید تأمین می نماید. اگر نیکبین باشید شما باور خواهید داشت که می توانید با تازه کردن ساده و برقرار کردن و نگهداری ترتیبات در خانه محیط اطراف خود را بهتر نمایید. 4. نیکبینی به شما کمک می کند تا باور داشته باشید که همه چیزهای ضروری را برای منظم نگه داشتن فعالیت روحی و جسمانی دارید. وقتی که با کمبودی ها و مانعه ها روبرو شدید، نظر نیکبینانه به زندگی به شما کمک می کند که به راه درست برگردید. 5. نیکبینی به شما کمک می کند که اعتقاد داشته باشید. نیکبینی کمک می کند که به خدا اعتقاد کنید و باور کنید که او بهترین نیت های شما را دستگیری می کند. نیکبینی اینچنین به شما کمک می کند که به آدمان اعتماد داشته باشید و تنظیم مناسبت هایتان آرامش دل و کاهش سطح استرس مساعدت می کند. 6. نیکبینی به شما کمک می کند که نگرش مثبت و شاد داشته باشید و این رابطه های متقابل شما را بهتر و آدمان را به شما جلب می کند. اگر به حیات نظر مثبت داشته باشیم، ما به دنبال چیزهای خوب آدمان هستیم و آنها را تشویق خواهیم کرد. ما همچنین در وقتهای دشواری دیگران را دستگیری می کنیم، زیرا به آنها باوری داریم و می دانیم که حتی دشواری به خوبی مساعدت می نماید. 7. نیکبینی کمک می کند که به انتخاب درست غذا نگرش مثبت باشد. اگر شما در گذشته نسبت به غذا مشکلی داشتید و باوری دارید که شما نمی توانید هرگز به طور معقول غذا بخورید،
پس نظر مثبت به چیزها برای موفق شدن در این سمت حیات شما نیز کمک می کند. او به شما امکانیت می دهد که به سلامتی خود با انتخاب بهترین غذا برای جسم خود تاثیر رسانید. به چیزی که می نگری آن را دریافت خواهی کرد. امید و باوری به طور مثبت نگرانیده شده این پل های افکار شما به کامیابی ها است. شما دقت خود را به چی روانه می کنید؟ این خیلی مهم است. اعتقاد و جهان بینی شما به حیات شما و واقعیت تأثیر عمیق می رساند. این حقیقت از روی علم به طور روشن تصویر شده است. تحقیقاتچیان دانشگاه هرتگر و مکتب طبی بیلیس بین 2800 مردان و زنان از سن 56 بالا نظرسنجی گذرانیدند. سوال چنین بود: شما سلامتی خود را چطور بها می دهید؟ عالی، خوب، بد نیست یا بد؟ در بین آنهایی که سلامتی خود را همچون بد ارزیابی کردن، خطر مرگ بر محل 6 مرتبه زیادتر از آنهایی که سلامتی خود را همچون عالی ارزیابی کردن وجود داشت. تحقیقات مذکور در سمت تأثیر عقیده آدمان درباره سلامتی خود بهترین می باشد. نتیجه های این تحقیقات با نتیجه های 5 تحقیقات وسیع که در آنها بیشتر از 23,000 نفر از سن 19 تا سن 94 ساله اشتراک ورزیده بودند موافقت می کند. سوالی که شما سلامتی خود را چطور بها می دهید؟ این اصول فهمیدن آن است که سلامتی ما برای ما چی ارزش دارد و در افکار و تصورات ما چی چیز انعکاس یا نشان می دهد. همچنین نمونه حیات مهم رابطه بین افکار و واقعیت ماست. تأثیر پلاسیبو. امید و درک کردن می تواند در واقع پل کامیابی باشد. ایمان و احساس حقیقی می تواند به موفق شدن به پلها تبدل یابد. ذهن شما قوی است. شاید نمونه مشهور قدرت ذهن که باعث تغییرات فیزیولوژی ارگانیسم می گردد، پدیده ای به اصطلاح علمی تأثیر پلاسیبو باشد. پلاسیبو را چنین شرح می دهند: تبابت یا نوع تبابت که به نشانه های بیماری یا بیمار تاثیر مشخص ندارد، ماده غیر فعال و روشی که ارزش تبابتی ندارد. پلاسیبو را اکثر وقت ماده یا روش بیفایده می حسابند. با وجود این، در دایره وسیع خدمت رسانی های طبی و اصول های تبابت، تاثیر پلاسیبو را در 25-35% حالت ها فایده آور است. وقتی که یک روش یا داروی کاملا نو استفاده برده می شود، تأثیر پلاسیبو در 70-80% حالت ها با موفقیت همراه است. مناسبت ما به زندگی، به سلامتی و نیک احوالی چنین تأثیر بزرگ می رساند. سال 1994 مجله طبی امریکایی خلاصه تحقیقات های داروهای کرخت کننده را که در طول زیاده از 20 سال استفاده شده اند نشر کرد. در خلاصه تأثیر بخش و به اندیشه وادار کننده آن آمده است. صفت معامله بین بیمار و طبیب می تواند و نتیجه معالجه تأثیر فوق‌العاده داشته باشد. در بعضی موردها، احتمالاً در اکثر حالتها، انتظاری و مناسبت بیمار و طبیب درمانگر ممکن است از همه گونه تبابت مهمتر باشد. کاملاً منطقی است. اگر افکار و اعتقادات ما چنین تأثیر بزرگ مثبتی داشته باشند، پس آنها می توانند به ما تأثیر منفی نیز رسانند. این واقعیتی که انگیزه قوی برای انتخاب افکار و اعتقادات مثبت است. چطور که مشاهده کردیم و آنچه که ما درباره سلامتی خود فکر می کنیم به سلامتی ما تأثیر می رساند. گفته زیرین رابطه بین افکار و سلامتی را تصویر می نماید و نشان می دهد که چگونه فکرها می توانند به حیات ما تأثیر خود را رسانند. با افکار خود دقت ده، آنها به سخن مبدل می شوند. با سخن خود دقت ده، آنها به عمل مبدل می شوند. با عملهای خود دقت ده، آنها به عادت مبدل می شوند. با عادتهای خود دقت ده، آنها به طبیعت مبدل می شوند. با عادتهای خود دقت ده، آنها به طبیعت مبدل می شوند. با طبیعت خود دقت ده، آن سرنوشت تو را معین می کند. از بس که افکارمان ما را تشکیل می دهد، خیلی مهم است که به آنچه که در ذهنمان پیدا می شود بسیار توجه کنیم. مهم است که ما درباره چه طور با واسطه تلویزیون، فیلم و موسیقی و رادیو و اینترنت ذهن خود را غذا می دهیم فکر کنیم. گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا
افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. به همین ترتیب پس از پایان قانون کتاب مقدس، روح القدس همچنان به کار خود ادامه می داد تا فرزندان خدا را روشن کند، هشدار دهد و تسلی نماید. عیسی به شاگردانش وعده داد تسلی دهنده‌ای که روح القدس است که پدر او را به نام من خواهد فرستاد. او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرچی به شما گفتم همه چیز را به یاد شما خواهد آورد. هنگامی که او روح حقیقت بیاید، شما را به تمام حقیقت ها رهنمایی خواهد کرد و او چیزهای آینده را به شما نشان خواهد داد. کتاب مقدس به صراحت می آموزد که این وعده ها تا آنجا که به روزهای رسولی محدود نشده اند به کلیسای مسیح در تمام اثار گسترش می یابد. ناجی به پیروان خود اطمینان می دهد من همیشه با شما هستم حتی تا پایان جهان. و پولس اعلام می کند که هدایا و تجلیات روح در کلیسا قرار داده شده است برای کمال دادن مقدسین، برای کار خدمت، برای ساختن بدن مسیح تا زمانی که همه در وحدت ایمان بیاییم و شناخت پسر خدا و یک انسان کامل و اندازه قد و قامت کامل مسیح. رسول دعا کرد تا خدای خداوند ما عیسی مسیح پدر جلال روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما اعطا کند تا بدانید امید دعوت او چیست و عظمت به اندازه قدرت او برای ما که ایمان آورده این چقدر است. خدمت روح الهی در روشن ساختن درک و گشایش در ذهن چیزهای عمیق کلام مقدس خدا برکتی بود که پولس به این ترتیب برای کلیسای افسسی درخواست کرد. پس از تجلی شگفت‌انگیز روح القدس در روز پنتیکاست، پترس مردم را به توبه و تعمید به نام مسیح برای آمرزش گناهانشان تشویق کرد و او گفت شما هدیه روح القدس را دریافت خواهید کرد، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای همه کسانی است که از او دور هستند، حتی کسانی که خدای ما را خواهد خواند. در ارتباط بواسطه با صحنه های روز بزرگ خدا، خداوند توسط یونیل نبی تجلی خاصی از روح خود را وعده داده است. این نبوت با ریزش روح در روز پنتیکاست یک تحقق جزئی دریافت کرد، اما در تجلی فیض الهی که در کار پایانی انجیل حضور خواهد داشت و کمال کامل خود خواهد رسید. جدال بزرگ بین خیر و شر تا پایان زمان به شدت آن افزوده خواهد شد. در اتمام اثار خشم شیطان علیه کلیسای مسیح آشکار شده است و خدا فیض و روح خود را بر قومش اعطا کرده است تا آنها را برای استادگی در برابر قدرت شیطان تقویت کند. هنگامی که رسولان مسیح قرار بود انجیل او را به جهان برسانند و آن را برای تمام اثار آینده ثبت کنند و ویژه از روشنگری روح برخوردار شدند، اما با نزدیک شدن کلیسا به نجات نهایی خود، شیطان باید با قدرت بیشتری کار کند. او با خشم شدید فرود می آید، زیرا می داند که مدتی کوتاهی دارد. او با تمام قوت و نشانه ها و شگفتی های دروغین کار خواهد کرد. 6000 سال است که آن مغز متفکری که زمان در میان فرشتگان خدا بالاترین مقام را داشت، تماماً به کار فریب و تباهی کشیده شده است و تمام اعماق مهارت و ظرافت شیطانی به دست آمده، تمام ظلم و ستم توسعه یافته در طول این مبارزات عصار علیه قوم خدا در درگیری نهایی اعمال خواهد شد. و در این زمان مخاطره آمیز، پیروان مسیح باید هشدار ظهور دوم خداوند را به جهان تحمیل کنند و مردم باید آماده شوند تا در هنگام ظهور او در برابر او به عیب بایستند. در این زمان وقف ویژه فیض و قدرت الهی برای کلیسا کمتر از روزهای رسولی نیست. از طریق نور روح القدس، صحنه های تضاد طولانی بین خیر و شر بروی نویسنده این صفحات گشوده شده است. گهگاه به من اجازه داده شده است که در اثار مختلف مناقشه بزرگ بین مسیح، شهزاده زندگی، خالق نجات ما و شیطان، شهزاده شر، نویسنده گناه، متجاوز از قانون مقدس خدا، اولین فرد را ببینم. دشمنی شیطان علیه مسیح و علیه پیروان او آشکار شده است. همان نفرت از اصول شریعت خدا، همان سیاست فریبکارانه که با وسیله آن خطا به عنوان حقیقت جلوه می کند که با آن قوانین بشری جایگزین قانون خدا می شود و انسانها به پرستش مخلوق سوق داده می شوند تا خالق ممکن است در تمام تاریخ گذشته ردیابی شود. تلاش شیطان برای معرفی نادرست شخصیت خدا، برای وادار ساختن مردم به درک نادرست از خالق و بنابراین به او با ترس و نفرت به جای عشق نگاه کردن می باشد. کوشش او برای کنار گذاشتن شریعت الهی است که مردم را وادار می کند که خود را از الزامات آن رها کنند
و آزار شکنجه او نسبت به کسانی که جرأت مقاومت در برابر فریبکاری های او را دارند در تمام اثار با استواری دنبال شده است. آنها را می توان در تاریخ پیرغلامان و پیغمبران و رسولان و شهدا و مسلحان جستجو کرد. در درگیری بزرگ نهایی شیطان همان سیاست را به کار می گیرد، همان روحیه را آشکار می کند و برای همان هدفی که در تمام اثار پیشین انجام می شود تلاش خواهد کرد. آنچی بوده است خواهد بود، جز این که مبارزه آینده با شدت وحشتناک مشخص خواهد شد که جهان هرگز شاهد آن نبوده است. فریب های شیطان ظریف‌تر و حملات او مصمم‌تر خواهد بود. اگر ممکن بود برگزیدگان را گمراه می کرد. از آنجایی که روح خدا حقایق بزرگ کلام خود و صحنه های گذشته و آینده را در ذهن من گشوده است، از من خواسته شده است که آنچه را که بدین ترتیب برای ردیابی تاریخ مناقشات نازل شده است به دیگران معرفی کنم. آثار گذشته و به ویژه برای ارائه آن و عنوان روشن کردن مبارزه سری در آینده. در پی این هدف من کشیده ام تا رویدادهای تاریخ کلیسا را به گونه انتخاب و گروه بندی کنم تا آشکار شدن حقایق آزمایشی بزرگ را که در دوره های مختلف به جهان داده شده است و مردم را به هیجان آورده است ردیابی کنم. خشم شیطان و دشمنی یک کلیسای جهان دوست و اینها با شهادت کسانی که جان خود را تا حد مرگ دوست نداشتند حفظ شده است. در این سوابق ممکن است پیشگویی از درگیری پیش روی خود را ببینیم. در مورد آنها در پرتو کلام خدا و با روشنایی روح او ما می توانیم ابزارهای شریر را آشکار کنیم و خطرات را که آنها باید از آنها دوری کنند کسانی که بی تقصیر در حضور خداوند در آمدن او یافت می شوند. رویدادهای بزرگی که پیشرفت اصلاحات را در اثار گذشته نشان داده اند. موضوعات تاریخی هستند که جهان پروتستان آن را به خوبی شناخته و به رسمیت شناخته است. آنها حقایقی هستند که هیچ کس نمی تواند به آنها دست یابد. این تاریخ را به اختصار مطابق با دامنه ای کتاب و اختصاری که لزوماً باید رعایت کرد ارائه کرده ام، زیرا حقایق در فضای کمی متراکم شده ام که به نظر می رسد با درک درست از کاربرد آنها سازگار است. در موردی که مورخ رویدادها را چنان در کنار هم قرار داده است که به طور مختصر دید جامعی از موضوع داشته باشد یا جزئیات را به نحو مناسب خلاصه کرده است، سخنان وی نقل شده است، اما در برخی موارد اعتبار خاص قائل نشده است، زیرا نقل قولها و منظور ذکر آن نویسنده و عنوان مرجع نیست، بلکه به این دلیل است که بیان او ارائه آماده و اجباری موضوع را ارائه می دهد. در نقل تجربیات و دیدگاه‌های پیشبرنده اصلاحات در زمان خودمان از آثار منتشر شده آنها نیز استفاده مشابه شده است. هدف این کتاب ارائه حقایق جدید در مورد مبارزات دوران پیشین نیست، بلکه بیان حقایق و اصولی است که بر رویدادهای آینده تأثیر دارد. با این حال، با عنوان بخشی از مناقشه بین نیروهای نور و تاریکی، همه این سوابق گذشته اهمیت جدیدی دارند و از طریق آنها نوری بر آینده افکنده می شود و راه کسانی را روشن می کند که مانند اصلاح کنندگان آثار گذشته حتی در خطر تمام خوبی‌های زمین برای کلام خدا و برای شهادت عیسی مسیح، برای آشکار شدن صحنه های جدال بزرگ بین حقیقت و خطا، برای آشکار ساختن حیله های شیطان و ابزارهایی که با آن می توان با موفقیت در برابر او مقاومت کرد. ارائه رای حل رضایت بخش برای مشکل بزرگ شر و روشن ساختن منشأ و منشأ نهایی گناه که عدالت و احسان خداوند را در تمام برخوردهایش با مخلوقاتش کاملا آشکار سازد و نشان دادن ماهیت مقدس و تغییر ناپذیر شریعت او هدف این کتاب است. این که از طریق تأثیر آن روح‌ها از قدرت تاریکی رهایی یافته و شریک میراث مقدسین در نور شوند و ستایش او که ما را دوست داشت و خود را برای ما فدا کرد دعای جدی نویسنده است. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می‌سپارم.